نزدیک یه فلکه رسیده بودیم که جلوی یه وانت سفید رنگ و که فلکه رو دور زد گرفتند و سوار شدیم. راننده سر بیرون آورد و پرسید ببینم امریه داریم؟ گفتیم آره. گفت امریه سوار شدن هلیکوپتر رو نمیگم آن جلوتر دژبانیه، برای ورود به آبادان امریه میخوام. گفتیم حالا شما ما رو ببریم، خدا بزرگ. سر دژبانی اول جلومون رو گرفتن، با التماس گذاشتن عبور کنیم. یک کیلومتر جلوتر دژبانی دیگری در ورودی شهر قرار داشت. اینجا من و لیلا رو از ماشین پیاده کردم. آقا یدی و دوستانش هم با اینکه حکم داشتند برای اینکه ما را تنها نگذارند از ماشین پیاده شدند. آنقدر با دژبان‌ها حرف زدند و کلنجار رفتند بلکه بتوانند ما را همراهشان ببرند. آنها نپذیرفتند. آقا یدی گفت مطمئن باشید ما برایشان امریه می‌گیریم و برایتان می‌آوریم. گفتم نه نمی‌شود. آخر سر آقا یدی گفت اگر اینها با امریه پیش شما برنگشتند شما ما را توقیف کنید. این نشانی قرارگاه هم. از اینکه انقدر اسباب زحمت آقا یدی و دوستانش شده بودیم خجالت میکشیدیم و از طرفی به خاطر این همه پشتیبانی ممنونشان بودیم. بعد از زامن شدن آقا یدی و گریه زاری های من که دیگر نمیتوانستم به خودم بقبولانم که خود آبادان آمده باشم و توی شهر با هم ندهند، اجازه دادند برویم. ولی گفتند باز هم دژبانی جلوتر مانعتان می شوند، محال است اجازه ماندن به شما بدهند. یکی از دوستان آقا یدی گفت اگر صلاح بدانید من شما را به خانه خانواده همسرم ببرم، قرار است آنها را در برگشت با خودم به ماهشهر ببرم. شما فعلا آنجا بمانید تا ما بتوانیم برایتان امریه بگیریم. چاره ای نداشتیم، قبول کردیم. ما را به خانه در محله احمد آباد بردند. در را پیرمردی به روی من باز کرد. دخترهایش که تقریبا 13 و 17 ساله بودند لباس پوشیده آماده بودند تا شوهر خواهر بزرگترشان بیاید آنها را از آبادان ببرد. حتی یکی از آنها قفس پرنده هایش را در دست داشت. وسایلشان را هم بسته بندی کرده بودند. دوست آقا یدی به پدر زنش گفت این خواهرها اینجا باشند تا ما بیاییم. پیرمرد تعارف کرد برای ناهار بمانند. گفتند ناهار می روند ستاد. توی ایوان حیات دورساز خانه پیرمرد نشستیم. احساس خجالت و غریبی اذیتم می کرد. از اینکه مزاحم این خانواده هم شده بودیم ناراحت بودم. آن چند ساعت به اندازه یک عمر بر من گذشت. دست آخر هم مجبور شدیم برگردیم. آنها نتوانسته بودند برای ما امریه بگیرند. برگشتیم چوبده. وقتی نوبت ما رسید و سوار هلیکوپتر شدیم، خلبان که در طول روز چندین بار مسیر چوبده و ماهشهر را پرواز کرده بود با عصبانیت به من و لیلا گفت یعنی چه؟ تو این وضعیت چرا شما هی میایید سوار میشوید و پیاده میشوید؟ مگر تاکسیه؟ گفتیم چه کار کنیم؟ تقصیر ما نیست، راهمون ندادن، داریم برمیگردیم. خانواده پدرزن تکاور هم سوار شدند. دختر آنها که مخالف ترک آبادان بود قفس پرنده هایش رو با خود آورده بود. می گفت گناه دارند، اگر اینجا بمانند می میرند. در مدت زمانی که داشتیم با هلیکوپتر برمی گشتیم به این فکر می کردم چرا هر کار می کنیم خودمان را به منطقه برسانی موفق نمی شویم. بعد خودم را دلداری می دادم که حتما خدا اینطور خواسته. بعد از بازگشت به سربندر رفتیم درمانگاه کم و مشغول کار شدیم. درمانگاه تقریبا آخرهای کمپ در خیابان اصلی قرار داشت. این بار درمانگاه را بچه های هلال احمر خیلی تجهیز کرده آمادهش کرده بودند. از تهران و شیراز و شهرهای دیگر هم پزشک اعزام شده بود و خدمات بهداشتی درمانی خوبی به مردم جنگ زده کمپ می دادند. حتی مجروحین بمباران‌های شهرهای سربندر و ماهشهر هم به آنجا آورده می‌شدند. با وجود این خدمات، بیماری در بین مردم جنگ زده خیلی زیاد شده بود. خصوصاً عفونت چشم، اسهال و استفراغ بیدار می‌کرد. اکثر اوقات درمانگاه شلوغ می‌شد و صدای گریه بچه‌ها فضای آنجا را پر می‌کرد.
بارندگی ها شروع شده بود و تردد مراجعین که اکثرا دمخواهی به پا داشتند کف درمانگاه رو پر از گل و لای میکرد. در ساعتهای خلوت درمانگاه را جارو میزدیم. چون کفش موکت بود این کار به سختی انجام میشد. بعد از جارو کشیدن روی موکت ها دستمال خیس میکشیدیم تا گل ها را پاک کنیم. بارندگی کار ما را سخت میکرد و کلی وقت و انرژی از ما میگرفت. یک بار با شلنگ آب کف درمانگاه را شستیم. خیلی تلاش کردیم تا با راهنمایی کردن و راه حل‌های مختلف مردم رو به رعایت بهداشت ترغیب کنیم. با تمام این حرفا وضعیت بهداشت کمپ چندان خوب نبود. فقط دو تا منبع بزرگ آب در ورودی کمپ قرار داشتند که آب شهرک را تغذیه می‌کرد. پیش می‌آمد که آب تمام شود. از آن طرف تعداد حمام‌ها کم بود و چون نمره خصوصی نداشت بیماری خیلی سریع از آنجا سرایت می‌کرد. بعضی روزها که درمانگاه شلوغ می‌شد و افراد مسن معطل می‌شدند صدایشان در می‌آمد و داد و هوا راه می‌انداختند که این چه وضعی درست کرد. جواب مهمان این بود که ما هم مثل شما جنگ زدیم، حالا آمدیم اینجا تا کاری که از دستمان برمی‌آید برایتان انجام بدهیم. چرا سر ما داد و بیداد می‌کنید؟ کسانی که اینجا کار می‌کنند چه گناهی دارند؟ اگر حرف دارید بروید به مسئولان بگید. معمولاً با این حرف‌ها متقاعد می‌شدند و در صف انتظار می‌ماندند. در این ازدحام و شلوغی درمانگاه اخبار جنگ را از زبان مردم می‌شنیدیم. از آنجا که می‌دانستیم اخبار درستی از رادیو داده نمی‌شود، به خبرهای مردم بیشتر اعتقاد داشتیم و باور می‌کردیم. اغلب مردم درباره اینکه جنگ چه زمانی تمام می‌شود و آنها از آوارگی نجات پیدا می‌کنند صحبت می‌کردند. آنها می‌گفتند جنگ آنقدر طول نمی‌کشد، تمام می‌شود و ما برمی‌گردیم. مگر جنگ عرب و عجم چقدر طول کشید؟ مردم آواره عرب زبان و فارسی زبان در کنار هم به مصیبت جنگ گرفتار آمده بودند و همه‌شان معتقد بودند صدام با شعار دروغ نجات امت عرب فقط قصد قدرت طلبی و کشورگشایی دارد. ما هم گوشمان به نقد و یک نفر را گذاشته بودیم تا بیماران را به نوبت ردیف کند و پیش پزشک بفرستد. بعضی از مریض ها عرب زبان بودند و نمی توانستند با دکترهای اعزامی صحبت کنند. این وسط من در عین اینکه در اتاق تزریقات کلی کار سرم ریخته بود، باید نقش مترجم را هم بازی می کردم. غیر از من و لیلا، امدادگران هلال احمر آبادان هم آنجا بودند. برادر اچرش مسئول درمانگاه بود. خواهر کریمی، رازیه و مرضیه علیزاده که دو خواهر بودند، شهناز کبیری و دختر عمویش با چند پرستار خانم که از طرف بهداری آمده بودند شیفت می دادند. خانوم های پرستار شب را در درمانگاه نمی ماندند. از صبح تا ظهر بودند یا ظهر تا عصر کار می کردند و بعد می رفتند. ولی امدادگرها شبانه روزشان را توی درمانگاه می گذراندند. یک روز برادر علی اچرش مرا صدا کرد و گفت خواهر حسینی، منو یادت هست؟ من پیکر برادرت علی را از آبادان منتقل کردم. گفتم نه. گفت چطور یادت نمیاد؟ من راننده آمبولانسی بودم که جلوی در مسجد جامع منتظر مجروح بودم. وقتی گفتیم میخواهی پیکر برادر شهیدت رو کنار پدرت به خاک بسپاری دیگر نتونستم نبینم. آن روز شما حال عجیبی داشتی. در راه برگشت به بارمشهر من از توی آینه فقط شما رو میبینم که پیکر برادرت رو بغل کرده بودی و عشق میریختی و با اون حرف میزدی. حرفای شما همه ما رو آتش میزد. من اصلا نمیتونستم رانندگی کنم. جلویم رو نمیدیدم. خیلی آهسته مسیر آمدیم. خدا به شما صبر بدهد. بین تیم اعزامی از تهران پزشک هیکلدار و نسبتاً چاقی بود که عینک تاستکانی به چشم میزد. 40-45 ساله به نظر میرسید. خودش رو به ما معرفی نکرد و اسمش رو به ما نگفت. ما هم اسم اون رو گذاشته بودیم دکتر عالی جناب، چون معمولاً موقع صدا کردن مردها یک عالی جناب قبل از اسمشان می‌آورد. خودش هم کم کم فهمیده بود که به عالی جناب معروف شده. آدم افتاده و فروتنی بود.
عجیب با دیدن اون به یاد دکتر سعادت می افتادم. نش رو هم با همون حال و هوای دکتر سعادت می خوان. شبها که مریض کمتر بود، نوبتی یکی از امدادگرها توی سالن پشت میز می شستند تا اگر مریضی مراجعه کرد، بقیه رو خبر کند. آن وقت ما کف اتاق بزرگتر می نشستیم و دکتر عالی جناب آیات قرآن رو تفسیر می کرد. چون چشمهایش ضعیف بود، خیلی برایش سخت بود که از روی قرآن کوچکش بخواند. یک بار که به نمایشگاه کتاب در سربندر رفته بودم، برایش کتاب قرآن با خط درشت تهیه کردم و به دکتر هدیه دادم. شبهای چهارشنبه و جمعه هم دعای توسل و کمیل میخواندیم. چراغها را خاموش و شمی روشن میکردیم. اکثر وقت دکتر عالی جناب دعا را میخواند. من در کنار این آدم ها که دور از تخصص و حرفهشان فقط به درست کار کردن فکر میکردن، احساس آرامش میکردم و تا حدی از خودخوری هایم کم شده بود. مدتی بود زیر بازویم به شدت میخورید. یک روز متوجه شدم همان نقطه برجسته شده و انگار زیر برجستگی یک چیزی هست. به پزشک درمانگاه مسئله رو گفتم. بعد از معاینه گفت: خانم شما قبلا زخمی شده بودین. به نظرم این ترکشه. گفتم بله، ترکش به بازویم خورده بود ولی رد شد. گفت رد نشده، توی عضله فرو رفته و با جریان خون به طرف قلب میرفته. این خارش دستتون هم مال همینه، باید جراحی بشین. بعد برگه اعزام به بیمارستان امام خمینی ماهشهر رو نوشت. دوست نداشتم برای یک ترکش کوچولو کارم به بیمارستان و بستری شدن برسه. از آقای اسماعیلی بهیار درمانگاه که به اندازه یک جراح در کارش مهارت داشت، خواستم ترکش رو از دستم در بیاره. ساعتی که مریض توی درمانگاه نبود، روی تخت تزریقات خوابیدم. خانم کریمی و خانم علیزاده که از بچه های هلال احمر آبادان بودند، دستم رو شستشو دادند و اون قسمت رو بی‌حس کردند. آقای اسماعیلی بافت دستم رو شکافت و ترکشی به اندازه یک پنج ریالی از دستم بیرون کشید.